امسال با توجه که پرسپولیس از اوایل فصل اون رده‌های پایین جدول رو داره به خوبی خودش رو تونست بیاره بالای جدول رو و این تیم با اون انسجام تیمی با اون چیز کارهای تاکتیکی که آقای برانکو انجام داد و تاکتیک پذیری بچه‌های تیم پرسپولیس باعث شد که این تیم الان تیم اول جدول لیگ ایران باشه و فکر میکنم که همه‌چی در دست تیم خود پرسپولیسه که برای قهرمانی انجام بده. یعنی پرسپولیس اگه تو این سه تا بازی فکر کنم که 6 امتیاز بگیره کافی باشه و همه‌چی تو دست خود پرسپولیسه و فکر میکنم که این مؤثر نمیشه من این که بتونن همینجوری که این لیگو از هفته پنجم به بعد ادامه دادن همینجوری تا پایان برن و این باعث خوشحالیه که امسال امسال لیگمون خیلی جذاب‌تر شده، خیلی هیجانش بیشتر شده و من فکر کنم که سطح بازی به نسبت سال قبل بهتر بوده. آقای بزیک، با توجه به اینکه تیم نفت تیم پنجم جدول هم هست و امکان برای رسیدن به آسیا حتما بایستی که روی سرکوب بره میتونه مشکل ساز بشه، ارزیابیتون از دیدار فردا چطور هست؟ ببینید خب تیم نفت از چند سال قبل که آقای فرکی بود، بعد آقای برنزاده، بعد آقای گل محمدی بودن، یه تیمی بود که به نظر یه تیم جوان خوب بود که با انگیزه بود و این جوانات با هم تقریبا اومدن بالا و هر سال الان تو این 5-6 سال اخیر تو لیگمون جزو مدعیای لیگ بودن و فکر کنم که الان به یه مشکلای خوردن از نظر مالی و حالا فکر کنم، ولی در کل نشون دادن که بازیکنای یه دست خوبی داره تیم نفت و خب به هر حال تیم نفت هم میخواد بیاد که سهمیه آسیایی بگیره و یه مقدار بازی سخت کنه، ولی با این بازیایی که ما از پرسپولیس دیدیم به خصوص بازی دربی و فکر میکنم که پرسپولیس سراتر از تیم نفته و پرسپولیس میدونه که باید قهرمان بشه و به این سمچاز خیلی احتیاج داره و من فکر میکنم که بازی زیبایی فردا خواهیم دید، ولی مطمئنه خب نفتم فکر کنم که حریف سختی برای تیم پرسپولیس. آقای بزیک، استقلال تهران و استقلال خوزستان، این تیم‌های دوم و سوم، در صورت لغزش پرسپولیس، حالا کسب تساوی یا شکست، میتونن در دو هفته آینده جام رو به خودشون نزدیکتر ببینن. شرایط این دو تیم رو چگونه ارزیابی می‌کنی؟ فکر می‌کنم که هم استقلال خوزستان هم استقلال تهران به نسبت تیم پرسپولیس بازی سخت‌تری داره و حالا نمیشه گفت بازی آسان، چون امسال تیما خیلی تقریبا هم رده بودن و تیما فاصله هاشون کم بود، ولی فکر میکنم که تیم دو تا استقلالا منتظر لغزش تیم پرسپولیس هستن، ولی مطمئنا پرسپولیس به اون هدفی که میخواد، اون هدفی که گذاشته رو به خوبی متوجه شده برای چی داره میجنگه و فکر میکنم که اول صحبت هم خدمتتون عرض کردم که تو دست خود پرسپولیس همه چی، یعنی همه چی در اختیار تیم پرسپولیس، یعنی خودشون دیگه. من اینکه حالا خب به اتفاق تو فوتبال میفته، ولی من خودم خیلی خوشبین هستم که این اتفاق نمیفته، فکر کنم که یک هفته مونده به پایان بازی ها قهرمان مشخص میشه. متشکرم ادمون بزیک، بازیکن سابق تیم پرسپولیس و تیم ملی فوتبال ایران که ما گفته بود که از تهران. با سپاس از شما.